سلام شاگردای عزیز امید که همه شما صحت و آفیت داشته باشین و ما شما را میبینیم ایزا کتون چرای های بسیار شاداب دارین از این معلوم میشه که شما درس گذاشته را خاندین کار خانگی خود انجام دادین و امروز البته حاضر هستین درس جدید ما بر شما ارائه کنم در درس جدید ایزا در شما همیشه میفهمین که باید قلم، کتاب، کتابچه و بکس اندسی داشته باشین چون در این درس که ما همگی هم با پرکار و بکس اندسی سرکار داریم. ولی شما حتما درس گذشته را به یاد داشته باشید که ما شما خواندیم که انطباق پذیری اشکال یا انطباق پذیری مزلعات ما شما چه قسم تعریف کردیم بسیار خوب خدیجه جان حتما اون را تعریف کردن گفتن که مزلعاتی که انطباق پذیر باشن به او اون مزلعاتی گفته میشه که از و زوایشان با هم چه باشند؟ مساوی باشه بسیار خوب. درس امروز ما بر ارتباط درس روز گذشته است که البته انتباق پذیری دو مسئله است که دو زل و بینشان با, با هم مساوی باشه این می موضوع ما شما امروز دنبال میکنیم میخوانیم که البته درس ما شما دو هدف هم داریم یکی که شما باید دو مسئله است که دو زل بینشان با باشه شما باید اونا مسئله سان انتباق پذیر است یعنی ای در باید درک کنین بفهمین و دوم امین انتباق پذیری را در مسئله ها شما چه کده بتانین؟ ثبوت کده بتانین این می دو هدف بسیار کوتاست و شما ایره البته باید درک کنین امروز بسیار خوب مال از شما یک سوال می کنم ده این سوال شما ببینید شما چی نتیجه رو بدست میارین ببینید سوال ای رقم تره میشه دو مسئله در حالتی که دو و وضعه بین آنها مساوی باشد برای آن که ببینیم آیا دو باغچه در شکل انتباقپذیر پذیر هستند یا خیر آیا می توانیم یکی از آن شکلها رو بلند کنیم روی دیگری قرار دهیم پرمین شما میشه بگوییم بله بله بسیار خوب ها یعنی میدانیم که یک شکل قیچی کنیم بالای دیگه بگذاریم اگر تمام از دا و زوای دو با هم انتباق پذیر شوه یعنی منطبق شوه پس میگیم که نیا با هم انتباق پذیر هستن بسیار خوب یعنی شما از درس گذشته فرا گرفتین و را مکمل درک کدین و میفهمین بسیار خوب آل باید امیره به شکل درست بر شما تعریف کنیم که چه قسم تعریف میشه ببینین اگر دو زل زاویه بین این دو زل یک مثلث با دو زلو زاویه بین آن دو مثلث دیگر مساوی باشند این دو مثلث با هم انطباق پذیر اند ببینید دخترها و های عزیز در این مثلث شما ببینید این مثلث ما ای بی سی و این مثلث شما ای زبر بی زبر سی زبر است اینجا بسیار دقت کنید که اگر یاد گرفتین با شما ثبوت از این را بسیار با آسانی میتونید ببینید در اینجا اینمی زل ای بی ببینید بی اینجا خطک دادیم با ظل ای زبر بی زبر اینی مساوی است و همچنان زل بی سی که دو خطک دادیم با ظل بی زبر سی زبر مساوی است یعنی دو ظل از این دو تا با هم مساوی شد آل زاویه را شما ببینید زاویه بی مساوی به زاویه بی زبر یعنی 90 درجه پس وقتی که اینما تو شکل داشته باشه همیشه که دو زاویه بین دو مسلط با هم مساوی باشه این همی دو مثلث با هم انتباق پذیر است اینجا نتیجه را نوشته کردیم مثلث ABC بی سی ای علامی انتباق پذیر است با ای زبر سیزبر بر سی زبر منطبق است شاید شما سوال کنین که ای زول سیومش که ایزبر سی زبر سی زبر است ای شما ذکر نکدید پس در این صورت امی شرط ایجاب میکنه وقتی در یک مثلث دو زول زاوی بینش مساوی باشه ما شما قبلا خوانده بودیم که زل سیومیش حتما با هم مساوی می باشه به خاطر در مقابل زوایای مساوی چه قرار داره از لای مساوی چون بی با بی زبر ما شما گفتیم مساوی 90 درجه است پس خود به خود ای زبر سی زبر با ای سی مساوی است طبق نمی شرایط عزیزا دخترها و بچه عزیز که ما بر شما تشریح کردم با شما هر سوالی بر شما بتن بعد پذیر شما چه کنین ثبوت کنین که یکی از اهداف ما شما بود بسیار این دفعه فرا گرفتین. آل یک فعالیت بر شما واگذار میشیم که این فعالیت در کتاب است عزیزا شما وقتی که دسته می بودین با همسنفیت اینکه کار می کردین چون ها در خانه هستین ما هم نیست شما یک دوی می فعالیت با هم چی میکنیم بر شما راهنمایی میکنم ببینید ما بر شما میخوانم در دو مسلس سه ABC و A زبر بی زبر C زبر یعنی ای ای بی و ای A زبر بی زبر C زبر است گفته ای مساوی با A زبر بی بر است یعنی اینی زال با ای زل است و همچنان ای سی ای با زال ای زبر سی زبر مساوی است و همچنان گفته زاوی ای زبر با ای مساوی است یعنی در این دو مسلس دو زال زاویه بینشان با, با هم مساوی یعنی دو مثلث با هم انتباق پذیر است ال بر شما گفته یک کاغذ نازک برداشته روی مثلث ای بی سی قرار دهید بالا از این مثلث و از روی ای بی سی آن را قطع کنید یا قیچی کنید و آن را ای دو زبر بی دو زبر دو زبر بنامید. آیا دو زل ای زبر بی زبر روی ای دو زبر بی دو زبر و ای زبر سی زبر روی ای دو زبر سی دو زبر قرار می گیرند چرا؟ نتیجه از یه اجزایی هست که شما وقتی که مسلس سی میره قطع می کنین یعنی اون را بالای دو مثلث ای بی سی و ای زبر بی زبر سی زبر قرار بتید آیا تمام از دو زبرشان با هم منطبق میشه؟ اگر میشه چرا؟ به خاطر از که چون دو زاویه بین از یا مساوی است پس اون مثلث هم که قیچی میکنین او هم دو زاویه بینش با, با هم مساوی است پس بنا این مثلث ها پذیر است این عزیزا شما چی میکنین همین کار انجام میدین اون بسیار ساده است بسیار خوب آره به خاطر یک مطلب درست درک کرده باشین من یک مثال با شما کار میکنم ببینین مثال در شکل زیر AB مساوی با بی است مساوی با, با هم مساوی است و بی ناصف زاوی ای بی سی است یعنی اینی ظلم ها شما که است دو ظلم نصف کرده که به زاوی بی یک و بی دو ثابت کنید که این دو مسلس هست یعنی ای بی ایچ اینی مسلس و اینی مسلس بی سی انتباق پذیر است بیان ایزا مثال دا اینجا برای شما بخاطر که وقت شما را زایی نکرده باشم چون شما رسم ها یاد دارین ما اینجا رسم کردیم اون در من ثبوت میکنم ببینید بیبین ای اینجا کنم یعنی اگر من این امی با ای زول که ثبوت کنم و ای زاله مشترک و ای دو زاویه را پس میگه می انتباق پذیر است خب ما هر یک دیر در اینجا بر شما نوشته میکنم بسیار واضح و روشن ببینید من نوشته میکنم که زال ای بی اینمی امی مساویز با بی سی بی سی این قرار چیست؟ قرار فرضیه که در کتاب بر شما ریاد آوری کرده دو زاله خود کتاب رسم کرده که مساویز نوشته میکنم که این قرار فرضیه مساویز یک جز خود کتاب بر شما داده درست عالی میبینم که بی اچ گفته که ناصف زاویه است ناصف زاویه به این معنی که زاویه بی را به دو قسمت مساوی جدا کرده اگر شد درجه باشه سی درجه میشه سی درجه حالا ببینید پس باید وقتی که ناصف زاویه است قرار فرضی است با زاویه بی یک با زاویه بی دو چند باشه مساوی باشه نوشته میکنم که زاویه بی یک مساوی میشه با زاویه بی دو قرار چی قرار ناصف زاویه دو جزء ثبوت کردیم فقط میمونه جزء سیومش عزیزا ببینید. جزء سیوم آیا آمی بی اچ در دو مثلث مشترک است بله یعنی بی اچ ببینین ای بی اچ بی اچ ام یک ذل ای بی سی و آمی بی اچ یک زل بی سی اچ است یعنی ذل مشترکشان است پس نوشته میکنم که بی اچ یک ای قطع ختم مساوی میشه به بی اچ و دلیل چی؟ ظلم مشترک بسیار حالا ارسی هیچ از اگه شما خونده بودیم اینجا ثبوت کردیم یعنی چه معنا؟ در این مساله این ظلم با این ظلم مساوی شد و این ظلمشان با ظلم از مشترک از باشان با مساوی شد پس زاویه بینشان هم با هم مساوی است یعنی ظلم بی زاویه یک با بی دو مساوی است پس در نتیجه ما شما چه میگیم؟ که این ای دو مساله است با هم چی هستن انتباق پذیر است یعنی نوشته میکنم که از اینجا نتیجه میشه که ABH بی اچ ای انتباق پذیر است یا منطبق از با کدام مسلس بی سی اچ بی بسیار ای بود ثبوت از عزیزا مشکل بود بسیار ساده است شما هم میتونید کار انجام بتونی بسیار بسادگی سادگی خب دخترها و بچه های عزیز بخاطر یک مطلب خوب درک کرده باشین فهمیده باشین یک مثال بر شما ما چند نمایشی بر نشان میدم ببینید دخترهای بچه عزیز شما قبل گفتم چند دانه مثال میبینید؟ یک دانه را خاطر از اینکه شما در این در دو دانه شما یک دانه میبینید به خاطر که دو مثلث با هم چی هستند با هم انطباق پذیر است طبق مثال پیشتر که کار کردم شما گفته میتونید که نظر به درس گذشته ای چه خواص داره که با هم انطباق پذیر است بله مجد شما بسیار خوب یعنی به این معنایی که عزیزا سعی کنین که اینمی زال از این مثلث با ایزل مساوی است و همچنان ایزول مسئله است با ایزول مساوی است پس زاویه بین هم چی هستن؟ 90 درجه است یعنی به این شکل ببینید. زاویه 90 درجه است پس نظر به درس ما وقتی که دو مسئله است. دو زول و زاویه بینشان با هم مساوی باشه دو زول و زاویه بینشان. پس اینا با هم انطباق پذیر است اینا شما در عمل بینید. در عمل بینید که هر گا در یک مسئله دو زول و زاویه بینشان با هم مساوی باشه اینا با هم چی هستن؟ انطباق پذیر هستن بسیار خوب. ببینین نمایش دیگره در این دو مثلث ما شما میبینیم ببینین در این دو مثلث خوب میبینید که در این مثلث کنار این دو مثلث ای تو بالاش میبینین هر یعنی این زلی با این زلی مثلث مساوی است و همچنان به این شکل این زل مثلث با این زل با هم مساوی است و زاویه بینشان هم 90 درجه است ببینین اتو وقتی گفتم شما دیده نمیتونید این دیگه ثبوت است برای شما که وقتی در یک مثلث دو زل و زاویه بینشان با هم مساوی باشه این مسلس ها با هم انتباق پذیر است زل اول با, با ای با این ای زل و همچنان زل دوم با زل دوم و زاویه بینشان هم با هم مساوی بناا این دو مسلس با هم چی هستن انتباق پذیر است آل اگر انتباق پذیر نباشه فرا شما ببینین این دو در نظر میگیریم وقتی که ما بالای دیمه مانم به این ترتیب یعنی به این شکل وقتی که شما میبینید در اینجا که در این دو مثلث ایزاوی با ایزاوی مثلث هر دو 90 درجه است یعنی با این 90 است و اینمی ایزاوی با ایزاوی هم مساوی است و ایزاوی با ایزاوی از این مثلث است اما چرا انطباق پذیر نیست و دلیل از که از لای دی فرق میکنه ببینید در این مثلث است ایزل با ایزل بسیار تفاوت داره مساوی نیست و همچنان ایزل مثلث است با ایزلش بسیار تفاوت داره ببینید ای بسیار طویل است و همچنان این طویل است پس شرط هم ده ایست که هرگاه زوایزی مساوی بود اگر یزداش هم با هم مساوی بود پس بنان دو مثلث با هم چی بدن؟ انطباق پذیر بدن. حال بسیار خوب شما درک کردین با مثالا با نمایش شما دیدین که هرگاه دو مثال است که دو زاویه بینشان با هم مساوی باشه انطباق پذیر در غیر از با هم چی می باشن انطباق پذیر نمی باشه بسیار خوب می رسیم البته با پایان درس ما البته یک بار دیگه بر شما تکرار میکنم درس ما شما گفتیم که درس ما بود انتباق پذیری دو مسئله است که دو زل وزاوی بینشان با هم مساوی باشد هر گاه در دو مسئله است دو زل وزاوی بینشان با هم مساوی باشد تکرار میکنم دو زل وزاوی بینشان یعنی ببینین ای با ای زل و همچنان اینمی با ای زل ببینین با هم مساوی باشد وزاوی بینشان هم با هم مساوی باشند اینمی دو مسئله با هم چی هستند انتباق پذیری البته به خاطر که شما تمرین بیشتر کرده باشین کار خانگی که در کتاب شما داده ما رو بر شما البته نشان میتونم ببینین کار خانگی صفحه 140 کتاب درسی است که سه سوال بر شما واگذار کرده کتاب شما یا را حل میکنید سوال اول در شکل مقابل یعنی در این شکل ببینین از لای ای ای با ویدی دی مساویست و هم دیگر را در نقطه تنصیف سی چی میکنن قطع میکنند و نیز دو خط ای ای -E, یعنی اینی خط با خط بی دی و ای, خط هم دیگر عمود است ثابت کنید که اینمی مسئله است ای بی سی این مسئله است با مسئله است سی دی -E ای انتباق پذیر است و بسیار ساده است شما میفهمید که در ای خط زوایای زیره و ازای زیره وقتی شما مطابق درس رو بر شما پیشکش کردیم شما این نوشته کنید حتما انتباقی دو مسئله با هم چی پذیر در سوال دوم اگر دو قطر دایره با هم دیگر عمود باشند ببینید دو قطر دایره یعنی این قطر ما شما AC و قطر دیگه ما شما BD با هم چی هستند در نقطه او عمود باشند خب دو قطر با محیط دایره را قرار شکل به هم وصل کنیم آیا دو مثلث AOD یعنی اینی مثلث و BOC اینی مثلث با هم انطباق پذیرند ببینید عزیزان شما اینجا شعاع دایره میشن این زال او بی او ای و او سی شوای دایره است مطابق شوای دایره یا شما مساوی قرار داده میتونید و زاویه بینشان هم چون 90 درجه است بسیار بسادگی شما میتونید این سوال حل کنید سوم یک زمین مسطح شکل را چی گونه و دو مثلث انطباق پذیر تقسیم میکنید شما قبلا خواندین که بر ما یک اشاره کنم که وقتی شما یک مسطح میخواستید و دو مثلث انطباق پذیر تقسیم کنید چی رسم میکردین مجدجان شما باز خاطرش رسم میکدین بسیار خوب اینو یعنی با رسم کردن یک قطر شما میتونین کیره حل کنید. بنان اینمی بود درس امروز ما شما تا درس بعدی که ما شما حاضر میشم همگی شما را به خدای پاک مسپارم